میخواستم انتخاب شما خرزهرای عزیزم و به بردم مسعود، خرمریم عزیز، به جمع مجاهدین در اشرف سه و اقصا نقاط جهان، به طور خاص به کانونهای شورشی و مردم ایران تبریک بگم. در شرایطی که رژیم در ضعیفترین وضعیتش قرار داده و خامنه‌ای با آوردن رئیسی تو فاز پایانی قرار گرفته، ما مجاهدین با شما خرزهرا رو به جلو در حال انقلاب و اعتلای مناسبات انسانی و کسب آمادگی بیشتر برای رسیدن به هدفمون، یعنی حق حاکمیت مردم و رهایی خلقمون هستیم. خرزهرا، شما برای من مظهر جنگ و پایداری در هر شرایطی هستید. مظهر سرزندگی و صلابت و کسی که ایمان و باورش به انقلاب خرمریم مجاهدین رو به ایمان و باور و انتخاب‌های نو و پی در پی رسونده و این چنین جمع مجاهدین رو همواره نو کرده و می‌کنه. خرزهرا، شما مجاهدی هستید که از نگاهتون فقط اعتماد و محبت و ایمان می‌گیرم. شما در حرکت لحظه لحظه با انقلاب خرمریم خالق ارزش‌های نوین هستید و برای تکثیر و پیشرفت همین ارزش‌ها دست جمع مجاهدین رو می‌گیرید و این چنینه که من فکر می‌کنم سرنگونی محقق میشه. ثمره همین کارکرد شماست که امروز ما در شورای مرکزی خواهرانی رو داریم همچون نرگس و ربیه که برای نسل ما پشتوانه‌های قوی برای شوریدن علیه ایدولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده هستند. خواهرانی رو در پیش روی خود دارم همچون اشرف و سپیده و ملیکا که بار انقلاب تک تک مجاهدین رو دوش گذاشته و از هیچ چیز نمی ترسند. صفی از خواهران مجاهدم رو دارم که هر لحظه با فدا و صداقت منو به مسیر میتوان و باید هدایت میکنن. من خودم رو مطلق شایسته و ذی‌صلاح برای این مسئولیت نمیدونم و به عنوان پایین ترین و بدهکارترین عضو مجاهدین به شما خرزهرا تعهد میدم که ستون محکمی در سازمان پر افتخارمون باشم. این مسیر فقط با پذیرش هژمونی از جمع مجاهدین به طور خاص از تک تک خواهرانم محقق میشه. پس انتخابم آخرین اما مستحکم ترینه. این تنها راه برای رهایی زنان و دختران تحت ستم در ایرانه. این تنها راه برای همراهی و همرزمی با نسل شورشگر کانونهای شورشیه. این که همیشه اول دیگران باشن. من برای خودم هیچ چیز نمیخوام و همه چیز رو برای مردم ایران و آزادی اونا میخوام و در این راه همیشه حاضر هستم. حاضر، حاضر، حاضر.